پرسش خوب است. بسیار معیوز شدم وقتی از کشتش دانی در, در کابل خبر شدم. از اینکه او در داخل کابل در یک خانه نزدیک ساختمان حقانی بود این کار باعث شده که ما در مورد مذاکره با طالبان دوباره فکر کنیم که هر دو جانب باید با نیت خوب مذاکره کنند هرگاه این مسئله که اکنون تا حدی درست است رهبر القاعده در افغانستان پنهان شده بود این یک پرسش مهم است و در این مورد شکی نیست ما کسانی که طرفدار مذاکره با طالبان بودیم بیشتر از قبل مورد تمسخر قرار گرفتیم که شما چطور به این سادگی باور کردین که با این افراد مذاکره نمایید خودم نمیتوانم این مسئله را درست درک کنم فکر میکنم این یک موضوع بسیار شکننده برای مردم افغان و برای رهبری طالبان و افراد در غرب است ما ادعا می کردیم که دیالوگ باشد و من عقیده دارم که اصلا راه حل بدون صحبت کردن وجود ندارد اکنون این وضعیت افکار مرا و سایر افراد را در مورد مذاکره تغییر داده است شما رفتار طالبان را در افغانستان در یک سال چطور از می میکنید به خصوص در قسمت حکومتداری، اداره اقتصاد و تامین امنیت افغان ها که هنوز با حملات روبرو هستند. نخست از همه باید واضح نماییم که جامعه افغانستان از دهه 90 میلادی به دین رشد کرده است افغانستان در مقایسه با سابق در های مختلف جامعه پیشرفت کرده است به نظرم طالبان توانایی و تجربه حکومتداری در کشور را برای پیشرفت آن ندارند واضح است که برای افرادی مثل ما که در کابل در مقامات مختلف کار کردیم کابل یک جای نو و متفاوت است و با باید آن را کشف کرد و این لازم است که شناخته شود اما طالبان توانایی و لیاقت حاکمیت همچو اجتماع را ندارند و یکی از دلایلی است که ما تأکید داریم که باید حکومت همه شمول تشکیل گردد که توانایی و کیفیت در بخش های مختلف برای حکومتداری داشته باشد و مردم بخواهند در کشور باقی بمانند و کار کنند و باید رهبری طالبان با مردم به نحو بازتر عمل کند و اداره کشور فقط مربوط 50 فیصد جامعه نیست این طرز حکومتداری اصری نیست توافقنامه دوها بیشتر روی کاهش و قطع رابطه طالبان با گروه القاعده و سایر گروه های دهشت افغانی متمرکز بوده است اما با رویداد اخیر کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان به نظر شما های طالبان ممکن بخواهند که رابطه خود با این سازمان قطع کنند ما شاهد هستیم که بسیار شک وجود دارد که طالبان آمادگی قطع روابط را دارند و اینکه چه چیزی مانی این کار می شود رهبر القاعده توسط تیاره بدون سرنشین امریکایی در کابل کشته شد این مسئله نشانه آن است که برخی از افراد در حلقه طالبان حاضر نیستند که روابط خود را قطع کنند و تا جایی که میدانم پرسش اینجاست که گروه حقانی نشان نداده است که روابط خود را قطع می کند و فرد القاعده در غار کوه نه بلکه در کابل در پای تخت افغانستان هدف قرار گرفته است آنچه اتفاق افتاد تکان دهنده است و هر کسی که با طالبان بخواهد در آینده مذاکره کند باید از هر جهت بر آنها اعتماد نماید از سوی دیگر من تمایلی از سوی طالبان برای همکاری بیشتر با این گروه ها نمی بینم به خاطری که آنها از طالبان فرق دارند در سطح کلی گروه طالبان شمار اندک افراد از این مسئله واقف بودند اما اکثر آنها به خصوص در سطح رهبری گفته می شود آگاهی نداشتند که باید دیده شود گزارش های اخیر دیدبان و قبشر حاکی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی و بحران بشری افغانستان است بلازن شما در چه قسمت کوتاهی صورت گرفته است و چطور جامعه جهانی را برای رسیدگی به مسائل افغانستان باید تشویق کرد مشکل است که به همه مسائل توجه کنیم طالبان باید بدانند که افغانستان در رأس فهرست نگرانی های جامعه جهانی قرار ندارد و کشورهای امدادگر بزرگ با مسائل داخلی اروپایی اشغال اوکراین توسط روسیه درگیرند و تمرکز اصلی آنهاست از سوی دیگر روابط چین و امریکا تحت غور قرار دارد و این وضعیت ادامه دارد افغانستان در آخر فهرست اولویت های جهانی سقوط کرده است نه تنها به خاطری که این مسائل واقعا بسیار مطرح است بلکه شماری از کشورها امید کمی برای انجام مذاکرات جدی و مفید با طالبان دارند در قسمت مسئله امنیتی البته که حملات گرچه زیاد نیست اما ادامه دارد و مردم در انفجارات و حملات کشته می شوند و شاهد آن هستیم با که برای ما جنگ در افغانستان تمام شده است اما در برخی عرصه ها ما بیشتر نگران هستیم به خصوص وضعیت زنان سهم آنها در اشتباه و برگشت دختران به مکاتب و همین فشار بر رسانه ها برای ما مهم است در بخش حکومتداری مسائلی وجود دارد که طالبان باید با آن و چه درست رسیدگی کند. ما از مدت ها وضعیت را تحت نظر داریم. در بین طالبان در قسمت آموزش دختران مخالفت ها وجود دارد و برای همه واضح شده است و ما امیدوار بودیم که ممکن کسانی که در کابل قدرت را به دست آوردند از حق آموزش طرفداری کنند. تمام این مسائل جزء نگرانی عمده ماست و نصف سال گذشته ما شاهد بدتر شدن این شرایط بودیم. طالبان تا کنون حکومت همشمول تشکیل ندادند که شامل ها و سایر گروه ها باشد و آنها رفتارشان تغییر نکرده است و رهبر گروه دشت افغانی در حاکمیت آنها در خاک افغانستان کشته شد او چی چه برای فشار آوردن بر طالبان باقی مانده است تا به حقوق بشر احترام بگذارند فکر می که دشوار است تا عناصر فشار بر طالبان را پیدا نمود و خصوص اعمال تحریم های بیشتر نتیجه مثبت در آینده خواهد داد یا خیر و از تجربه ای که من دارم در برخی حالات این تحریم ها آسان نیست مهمتر این که چه نتیجه خواهد داد و فکر می کنم باید واقع بین باشیم که تحریم ها موفق خواهد بود که چنین به نظر برسد یا نه باورم این است که ممکن طالبان بخواهند پس از کشش الزواهری بار دیگر غور کنند و روی روابط با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی بار دیگر غور کنند و ممکن با سایر کشورها روابط خود را رو دوباره بررسی کنند من باور دارم که باید جامعه بین المللی موقف مشترک در قبال این مسئله اتخاذ کنند ادعاهای طالبان مبنی بر اینکه مشروعیت پیدا می کنند اکنون از واقعیت دور است و حتی اگر با شماری از کشورها که ادعا دارند کار می اعتبار ندارد دلیلی وجود ندارد که آنها آنچه در افغانستان می کنند در جامعه اسلامی نیست و با افزایش بیثباتی در کشور و سلب حقوق افراد در مقایسه با قبل باید طالبان بهترین راه حل این مسائل را پیدا کنند.